با سلام خدمت دوستان و همراهان گرامی، با یک آموزش دیگه در خدمت شما هستم. دوستانی که گل رز دارن، مخصوصا گل رز پیوندی و گل رزی که داخل گلدون دارن، حتما این فیلم رو نگاه کنن، چون نکات بسیار مهمی هست که باید در جریان باشین، چون گلهای رز رو معمولاً روی پایه‌های نسترن وحشی و یا گل رز روند پیوند می‌زنن که این گل‌ها در سال پاجوش‌های فراوانی می‌زنن. اگه به این پاجوش‌ها دقت نکنین و اینا رو حذف نکنین، گل رز پیوندی شما خیلی ضعیف میشه و یا رو به خشکی میره. من 3 نمونه اینجا گل رز دارم که سال گذشته اولین سال پیوندشون بوده، امسال وارد سال دوم میشه. روی 3 گلدون نکات متفاوتی هست که این نکات رو خدمت شما توضیح میدم، در جریان باشین که این نکات حتما رعایت بکنید. پس پیوند گل رز رو روی پایه های نسترن وحشی و یا گل رز روند میزنن که بسیار پاجوش میزنن. زمان پیوند گل رز از قبل بیداری درخت شروع میشه و تا پاییز ادامه داره. معمولا مدل های مختلف برای پیوند گل رز انتخاب میشه، یا به صورت اسکنه، یا به صورت شکمی، به صورت تی. به تمام مدل های مختلف میتونین گل رز رو پیوند بزنین و پیوندش هم جزء راحت ترین پیوند ها در بین درخت ها یا بین گل ها هست، چون هم راحت میگیره و هم خوش دسته، به قولی راحت تر میتونیم عملیات پیوند انجام بدیم. خب از نزدیک من این نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو توضیح میدم. روی این پایه اگه دقت کنین، دوستان، این یک پایه گل رز، اگه دقت کنین از اینجا پایه گل رز شروع میشه و تا اینجا ادامه داره. اینجا یک زخم وجود داره که اینجا یک مرحله پیوند زدن ولی پیوند نگرفته، دوباره اومدن تو این نقطه پیوند زدن. اگه دقت کنین محل پیوند روی تمام گل یا هر درختی که پیوند شده مشخصه. پس محل پیوند این گل اینجاست. اگه از این نقطه به پایین هر شاخه ای سبز بکنه، جز گل رز ما نیست. این شاخه ای که اینجا ملاحظه میکنین، این جز شاخه پایه هست. پایه هم به درد ما نمیخوره. پس ما این شاخه رو باید حذف کنیم، چون این از پایه خودش تغذیه میکنه و از جنس خودشه. ملاحظه کنید چه رشدی داره، توی 1 3 برابر پیوند رشد کرده. پس دقت کنین از پیوند به پایین هر چقدر پاجوش، تنه جوش دارین باید حذف کنین، چون بیشترین انرژی رو مصرف میکنن، از جنس خود پایه هستن و رشد بسیار زیادی دارن. این پس من از اینجا حذف میکنم. در جریان باشین که این یک مدل از مشکلات گل رز پیوندی. توی پایه بریم روی این یکی گلدون. اگه دقت کنین این گلدون از اینجا پایه شروع میشه، تقریبا این، من اینا رو کنار بزنم کاملا متوجه بشین که به چه شکله. پایه این گل از اینجا شروع شده، اومده بالا، اینجا یک جوانه داریم، اینجا هم محل پیوند. پس این جوانی که از اینجا سبز کرده جز خود پایه هست، جز گل پیوندی ما نیست. اینو باید حذف کنیم. عرض کردم پیوندها یا شکمی هستن یا
اسکنه هستن که مشخصه، هم محل پیوندش مشخصه، هم جنس شاخه ها فرق میکنه. میایم پایین دست، اینجا یک دونه پاجوش، این شاخه هایی که از داخل خاک سبز میکنن به اینا میگن پاجوش، شاخه هایی که از تنه سبز میکنن به اینا میگن تنه جوش. خب یک دونه شاخه اینجا داریم که تازه جوانه زده اومدی بیرون، یکی اینجا داریم که خیلی قوی و بسیار رشد زیادی داشته، حدود 1 متر 2 متر رشد داشته. اینه شما ملاحظه کنین، 3 برابر 4 برابر گل رشد داشته. از اینجا تا اونجا راحت 2 متر طول این شاخه میشه. این شاخه چون از خود جنس پایه هست بیشترین مواد غذایی دریافت میکنه و رشد بسیار زیادی داره. اگه ما این دوتا رو حذف نکنیم پس پیوندک ما ضعیف میشه و رو به خشکی میره. حواستون باشه که اینو اشتباه نکنین، از اینجا حذف کنین. شما اگه اینو از این نقطه حذف بکنین پایین دست شاید 10 تا شاخه دیگه سبز بکنه. حتما باید خاک خالی بکنین و از تنه قطع کنین، که این عملیاتش من انجام میدم و از نزدیک خدمت شما توضیح میدم. روی این پایه بریم. اینجا هم یک دونه گل رز داریم که اینم به یک شکلی متفاوته. وقتی گل رز گلدانی داریم معمولا از داخل گلدون علف هرز و یا گیاهان دیگه رشد میکنن که اینا رو حتما باید از ریشه خارج بکنین و بندازین بیرون، چون بیشترین مواد غذایی رو مصرف میکنن که بسیار به اصل گل رز آسیب میزنن. خب تمام این علف های هرز رو پس از ریشه خارج بکنید تا خود گل داخل گلدون به تنهایی بمونه. من اینا رو کلن حذف کنم که راحت تر ببینین. این مشکلات دیگه هم داره که اونو خدمت شما توضیح بدم. خب این علف های هرز رو من خارج کردم. دوباره اینو از پایه بررسی میکنیم. خب این گل رز ما از اینجا، از این پایه شروع شده اومده بالا تا اینجا که نقطه پیونده، پیوندش هم کاملا مشخص. خب تو این نقطه، تو این نقطه و تو این نقطه 3 تا ساقه داریم که از داخل خاک اومده بیرون. اینا دقیقا همون شاخه هایی که از تنه این ثبت شدن و بیشترین مواد غذایی دریافت میکنن و رشد خیلی زیادی هم دارن. پس اینا رو ما باید حذف کنیم. حالا من این گلدون رو به عنوان یک نمونه میبرم خالی میکنم. روش حذف این پاجوش ها رو هم خدمت شما توضیح میدم که دقیق بدونین از کجا اینا رو حذف کنین، یا اصلا متوجه بشین که این پاجوش ها از کجا سبز میکنن. چون اگه اشتباه بکنین از اینجا سبز بکنین، از این نقطه به پایین به جای 1 شاخه 5 تا 6 تا یا 10 تا شاخه دیگه سبز میکنه که بدتر از این حالته. خب ببریم اینو از نزدیک پس کالبد شکافی بکنیم تا این شاخه ها رو ببینیم که به چه صورت از تنه گل رز ما سبز کردن. خب دوستان میخوام این گلدون رو خالی بکنم که متوجه بشین از کجا این ساقه ها رشد کرده. یک دوتا ضربه به اطراف گلدون بزنیم، خاک خودش ول کنه و به این صورت چپه کنین و خارجش کنین. خب به این صورت گلدون رو کلن خالی میکنیم و اینم خاکش. حالا من خاکش رو بزنم کنار که محل رشد این شاخه ها رو ببینیم از کجا آمده بالا. یک کالبد شکافی واقعیه، دقت بکنید. این گلای رز خیلی قوی هن، با این خالی کردن خاکش یا به این صورت اگه ما بخوایم شاخه ها رو جدا کنیم مشکلی پیش نمیاد، نگران اون نباشید.
دقت کنید پاجوشایی که از بدنه این پایه ما سبز کرده خودشون کلی ریشه زدن. پس این پایه ها گزینه خیلی خوبی برای تکثیر هستن که میتونیم به راحتی یک دونه شاخه جدا کنیم بزنیم داخل ماسبادی یا خاک، به راحتی اینا تکثیر پیدا میکنن. خب محل پاجوش این گل رز اینجاست. اگه دقت کنید از نزدیک بیار ببین کامل، اگه دقت کنید کاملا از خود بدنه سبز کرده. من باید اینا رو از ته ته جدا کنم به این صورت، یا با قیچی یا با کشیدن خود شاخه. خود این قسمتی که داخل خاک بوده ببین چقدر ریشه زده، اینا رو هم جدا بکنم. با قیچی از ته اینو قطع بکنم. ببینید دوستان چه ریشه های اینا زدن. این یکی، این دوتا، اینم یکی سبز میکرده سه تا، اینم یکی چهار تا. خب وقتی چهار تا شاخه به این شکل از بدنه گل رز ما خارج میشه، بیشترین انرژی رو اینا دریافت میکنن. توضیح دادم خدمت شما، چون اینا از خود جنس این پایه هستن. خب به این صورت پس اینا رو باید از ته خارج بکنیم و اگه دوست داشتیم اینا رو جای دیگه بکاریم و روی اینا مجددن گل رز دیگه پیوند بزنیم. اینو دوباره به همین صورت، چون ریشه های خیلی خوب و قوی داره، اگه دوباره اینو جمع کنیم داخل گلدون بذاریم هیچ اتفاقی برای گل رز ما نمیفت. خب اینا رو من خارج کردم، دوباره گل رز بر میگردونم سر جاش قرار میدم که آسیب نبینه. به این صورت دوستان احتمال داره این پاجوشا هر سال رشد کنه، یا اول بهار یا تابستون، هر زمانی که این پاجوشا سبز کردن باید حذف کنیم. نگران این نباشین. بعضی از دوستان فکر میکنن این شاخه هایی که سبز کردن و خیلی رشد خوبی دارن اینا در اصل گل رز پیوندیه. این اشتباه رو نکنید، چون اگه شما اینا رو بذارین کل انرژی رو از پایه میگیره و اینا رشد میکنن. بعد از اون دیگه ما گل رز پیوندی ما کم کم ضعیف میشه و از بین میره. خب من اینا رو باز دوباره یک جا میکارم به عنوان یک پایه دیگه و دوباره روی اینا پیوند میزنم. اینم یک اطلاعات کاملی بود در مورد گل رزهای پیوندی که شما در جریان قرار بگیرید. این اشتباه رو نکنین که بعد از مدتی گل روز اصلیتون از دست بدین و از اینا نگهداری بکنین. اینم یک دون از اون گلای روزه. این شاخه رو ملاحظه کنید چه رشدی داره. اینو من باید از ته خارج بکنم به این صورت. خالی بکنین خاک اطراف ریشه رو و از ته اینو قیچی بکنید. دوستان عرض کردم خدمت شما اگه اینو از روی خاک از اینجا قیچی کنید تمام این ساقه پر شاخه های جدید میشه. به جای اینکه یکی سبز بکنه 10 تا از اینجا سبز میکنه. پس خیلی دقت کنید که اینا رو از ته حذف بکنید. من اینو پیدا کنم. اینم یکی بود که تازه داره سبز میکنه. این ریزه با دست خارجش میکنم. ببینید همین شاخه به این کوچیکی ریشه زده دوباره. و یکی هم این. دقیقا از ته ته به این صورت
خارج میکنم. اینم ریشه های این قسمت، اینم تازه ریشه زده اینجا. خب اینا رو پس میبرم توی گلدون دیگه میکارم و به عنوان پایه استفاده میکنم. گلو برگردونم سر جاش قرار بدم که از بین نره. این هم شد نتیجه بررسی گل‌های پیوندی ما که حتما باید این عملیات روی گل‌ها انجام بشه. با تشکر از شما عزیزان و بزرگواران.